سلام ایران، ایران مجازی، مهد ادب و فرهنگ و این روزها فوش. امیدوارم که حالتون خوب باشه، اکاتاتون توپل، زمین های تمرینتون فول. به اولین برنامه رادیو ایران ما خوش اومدین. با ما باشین در ادامه برای به چالش کشیدن یک مهمان عزیز. مهمان من کسیه که 4 دوره رئیس جمهور ایران مجازی شده، از اعضای اصلی حزب مهر و یکی از افراد پرآشیه این روزهای سیاست ایرانه. رنگ 1 از لحاظ سیتیزن رنکینگ داره، از لحاظ سوپر سولجر، از لحاظ ترو پاتریوت داره و این کسی نیست جز نادر ایمورتال عزیز. حالا گفتیم پرهاشیه، چون و چرا شو باید از خودش بشنویم. نادر جان سلام، به رادیو ایران ما خوش اومدی. اول از همه بذار بپرسیم چه حسی داری که اولین مهمان برنامه پخش زنده ایران مجازی شدی؟ سلام شوان جان، سلام. اول عرض کنم خدمت کسایی که دارن گوش میکنن. درس دوم، خب نمیدونم، خورده استرسه چون واقعا نمیدونم چه قرار است بپرسی چی بشه. برنامه زنده است جای، خب من هم آدم کم حافظه ام، باید خوب فکر کنم بعد حرفامو بزنم. خوبه، بسیار عالی. از شنونده های عزیزم یه عذرخواهی میکنیم به خاطر مشکلی که پیش اومد، یه تاخیری که پیش اومد، شرمنده ببخشین، اولین کارمونه، به هر حال به بزرگی خودتون ببخشید. خب نادر جان، یکی کمی بیشتر از خودت برامون بگو، چطور شد که کلن نادر سر از ایریپابلیک در آورد؟ نادر حدود قبل از سال 2008 فکر کنم بود، 2000 اوایل بازی بود، یعنی نسخه بتا اینا بود. پسرم مثل که داخل سرچ آنلاین هاشیم بازی رو پیدا میکنه، بازی رو به معرفی میکنه، عوض میشم. یه مدت داخلش بودم، اون اکانت اسمش رو یادم نیست، بعد بازی رو بل کردم، دوباره گذشت. بعدها دوباره تو سرچ هم، تو بوکمارک هم دوباره سایت رو پیدا کردم، بعد عوض شدم. ولی خب خیلی بی صدا بودم موقع، اسم اکانت انذاری بود. شروع کردم بازی کردم، ولی خب اون زمان یادم لیونانگ چین رو داشتیم، اون موقع یه عشق میکردم وقتی مثلا اولی بار که خواستم بازشم باید شهرت هم انتخاب میکردی، بعد بهم گفته بودن لیونانگ بزن، میگفتم لیونانگ چرا؟ گفتن بعد فهمیدم نه، امپراتوری مثلا این که داریم خیلی بزرگه. بعد خب خیلی ذوق زده شدم. بحث 4 سال پیشه، اون زمان من 16 سالم بود، ذوق زده می شدم، می گفتم آره ایران خیلی قدرت داره.
بذار منم مثلا به عنوان یکی سرباز وارد شم، شروع کنم کار کردن و اینا. گذشت، بعد یه مدت بازی فیلتر شد، خیلی از بازی رفتن و غالبا بازی رفتم تا فکر کنم آریان سی پی داشت میشد. داخل فیسبوک تبلیغ رو دیدم، گفتن که یونان میخواد مثل فیلم 300 حمله کنه، عذرگیری میکردن. دیگه اون زمان یادم اومد اکانت دارم، اکانتمو زنده کردم، برگشتم به بازی. برگشتم به بازی و بعد از اون دیگه موندگار شدم. بسیار عالی، بسیار عالی. نادر جان، روزهای اول حضور تو ایران مجازی خیلی ساکت و بی سر صدا بودی. برای اولین باری که اسمت اومد سر زبون ها تو جنگ ترکیه و همون جنگ با صربستان اون زمان ها بود که اکانت انذاری رو شناختن همه، و قبلش خب همونطور که خودت هم گفتی خیلی ساکت بودی و کاری با کسی نداشتی. بعد اون جنگ یه مقاله یادته که حتما خودم یادته که یه مقاله دادی، تانکینگ سنگین کرده بودی، بعد یه مقاله دادی که گفتی باخت تو این جنگ تقصیر من بود و گفتی اگر بودی سرنوشت جنگ عوض میشد. خودت برامون از همون روزا بگو و چه حسی داشتی اون روزا، اون تانکینگ سنگین و بعد اون ورودت به عرصه نظامیگری ایران. بذارید اول بگم چی شد من وارد شروع کردم، اصلا تو وارد دولت ها شدم. یه مدت بود کم کم گفتم، اون زمان اوایل نمیتونستم گل بخرم، واقعا شرایطشو نداشتم. بعد مثلا وقتی که میدم تو بعضی جنگ ها، اون موقع خیلی مثلا جنگ دارید درصدی دارید، مثلا جنگ هایی بود که فقط کافی بود مثلا با یه هلو کوچیک ما جنگ ها ببریم. خب مثلا اون زمان همیشه حسرت می‌خوردم که چرا نمیتونم مثلا تأثیر بذارم یا کمکی کنم یا کاری بکنم. تا وقتی که جنگ ایران و آمریکا اشتباه نکنم شده بود، اون شب من رفتم کافینت، تقریبا از اول جنگ تا آخر جنگ داخل کافینت بودم. فکر کنم جنگ 24 ساعت شد یا بیشتر یادم نیست، ولی اون روز یادم 48 ساعت داخل کافینت بودم. تو IRC بودم اون موقع، مثلا برام خیلی میرفتم میخوابیدم، شیفت عوض میشد، من فقط اونجا بودم نگاه میکردم، مثلا خبر مثلا کسی میومد میگفتم باید چیکار کنه، مثلا یه رو گذاشت، ولی به قول بچه‌ها موقع نوبازی هم در میوردن، یه خورده سر صدا میکردم، اختلال هم ایجاد میکردم، یه دو سه بارم کیکم کردم، ولی خب فروتر از این حرفا بودم. تا وقتی که مجید به هم تجهیز دادن یاد داد، برای اگه درست یادم باشه مجید بود که یادم داد تجهیز دادن، شروع کردم دوره هزار دستان. خیلی از سیپیا که اومدن همیشه یه جوری تو بخش تجهیز همیشه بودم، هر وقت که وقت داشتم همیشه خودم میرسوندم. تا اون جنگ آکانت من تقریبا رسیده بود سیلور رو رد کرده بود، یه مدت بود من گل خریدن شروع کرده بودم. تا دوره هزار دستان یادم نیست بود یا دوره آریان، آره دوره آریان بود که بعدش یه انقلاب را انداختیم، یه انقلاب. دولت قصد نداشت جنگ رو شروع کنه، مطمئن نیستم اگه درست یادم باشه دولت قصد نداشت کاری بکنه اون لحظه، ولی بچه ها یه حرکتی زدن، شروع کردن بعضی جدی فایت کردن. بعد دیدم دارن جدی میشن، خب من آکانت دیویژن 3 داشتم، تو اون جنگ بود که فهمیدم آکانت من اون زمان شاختن اکانت دیویژن 3 هست. تا قبلش اصلا نه دقت کرده بودم نه میدونستم اکانت انذاری منظورته. آره اکانت انذاری، وقتی که خیلی فایت نمی کردم، من غیر از مواقع حساس دنبال بیه چون اینام نبودم، واسه همین اکسیم خیلی عقب مونده بود، ولی خب چون فول فریم بودم استرنج هم بالا رفته بود. اون اکانت سپر ام پی هم موقع دست من بود، فول فریمش هم کرده بودم، راکت سازشم راه انداخته بودم. شروع کردم یه پولم یه مدت بود دستم جمع شده بود، با اکانت خودم گل خریدم، با اکانت سپر ام پی هم گل خریدم. بعد همزمان داخل دو تا دیویژن داشتم فایت میکردم، هم دیویژن 4 هم دیویژن 3. شروع کردم فایت کردم. بعد خب کسی اگه درست یادم باشه دولت اول کار نبود، ما دولت رو مجبور کردیم که شروع کنه. کدوم دولت بود؟ یا فکر کنم دوره آریان بود، مطمئن نیستم.
آریان فایگا منظورته. آره آریان بعد فایگا. اینکه فریبرز استیزاه شد، آریان فایگا اومد سر کار، انقلاب هرمزگان رو فکر میکنم میگی، درسته؟ آره اگه سوالت انقلاب هرمزگان فکر کنم باشه، اگه اون آرتیکلی که میگی تقصیر من بود فکر کنم انقلاب هرمزگان بود، مطمئن نیستم. درسته. انقلاب هرمزگان شروع کردم، شروع کردم هر دو تا دیویژن فایت کردن اگه درست یادم باشه. کاش سوالا رو داده بودی قبلش، من خودم فکر میکردم یادآوری میشد دارم. دیگه برنامه زنده لطفش به همینه دیگه، حافظه تو هم اینجا میسنجیم. خب شروع کردیم به فایت کردن آخره جنگ. آره آخره جنگ دیگه من خیلی وقت بود بیدار بودم، خوابم برد. بعد که بیدار شدم بیدم جنگ رو باختیم دیگه. خب اون لحظه من بودم که اون هیجان رو به بچه ها داده بودم، من مثلا خیلی نمیخواستم فایت کنم. وقتی فایت سنگین رو دیدم شروع کردم وارد فایت شدن، واسه همین یه جوری عذاب وجدان داشتم که مقصرم. اگه دلیلش بود بعد از اون بود دیگه شروع کردم جدی شدن و تو اکثر تو کابینه با عنوان مد وارد میشدم. بسیار علی، تا این زمان وارد سیاست نشده بودی اگر اشتباه نکنم. حالا میخوایم در مورد ورودت به عرصه سیاست بگیم. اولین بار تو عرصه سیاست توی انتخاباتی ظاهر شدی که تو اون انتخابات پیمان آلبوس رأی اول آورد، صادق باگیل رأی دوم آورد و شما از حزب رستاخیز کاندید شده بودی، نفر سوم شدی. ولی خیلی هم میگفتن اون موقع که شما رأیهاتو سمت آلبوس پیمان سرازیر کردی و از کاندیدوری پیمان مطمئنه داره درست میپرسه، چون تا اونجایی که یادمه من تو انتخابات شکست نخورده بودم. اکانت انذاری بود. حالا من امروزم حتی چک کردم اون انتخابات رو، آها آها که پیمان برنده شد اکانت انذاری بود که نفر سوم شدی شما، ساپورتت هم از حزب رستاخیز بود و اون دوره میگفتن که شما از پیمان حمایت کردی و انتخابات زیاد جدی وارد انتخابات نشدی و بعدش هم به عنوان وزیر تو کابینه پیمان انتخابات شدی که این گفته ها رو این یه جوری میشه گفت تصدیق کرد. حالا نظرت در مورد این صحبت ها چیه؟ از این بابت که بگم من از کسی حمایت کردم که وارد کابینه بشم اینو قبول ندارم، به خاطر اینکه مثلا بعد از جریان اتحاد عوض کردن و اینجا چیزا که پیش اومد کاملا من مخالف کارهای هزار دستان یا دلپی بودم. ولی خب وقتی جنگ میشد خب به هر حال رئیس جمهور قدرتش به مردم میشه، اگه قرار باشه پشتش خالی کنه هیچ رئیس جمهور نمیتونه کار کنه، فرقی نمیکنه کی باشه و خیلی براش مشکل پیش میاد. خب باختن این اعتقادم هر کی رئیس جمهور میشه کمک رو میکردم، یعنی واقعا فرقی نمیکرد. من خیلی وقت داخل کابینه نبودم ولی خب اکثر وقت داخل بخش تجهیز بودم که داخل کابینه مهدی اگه درست یادم باشه مهدی انتخاب شد. بعدش هم دیدم خب وضعیت مهدی خوب کار کرد، تقریبا وضعیت بعد از مدت‌های خورده آروم شد. بعدش تو قرار بود دوره بعدش من کاندید بشم ولی خب دو دل بودم اون موقع مطمئنم نبودم که مثلا وقت آزاد و وقت من خیلی آزاد نبود، وقت من آزاد نبود بخاطر همین دیگه من کنار که یعنی گفتم جدی نشد کاندید شدنم، صادق جای من اومد. یعنی من قرار بود اون موقع هم با پیشنهاد مافیا داشتم وارد عرصه ریاست جمهوری می‌شدم که بعدش که تو انتخابات پیمان بود، خب قاعدتا پیمان از من کمک خواست، منم رفتم کمکش. بسیار علی. حالا بس با رابطه تو پیمان شد و بحث مافیا پیش اومد، یکی از اختلافهای اساسی که کلن با یه حزبی داشتی با حزب مافیا بود که الان ما حتی تو همین دورهای اخیرم یه همچین نشانه هاییشو میدیدیم که این اختلاف ها هست، هرچند خیلی ها کمک کردن اصلا و این بحث ها بیشتر بحث قبل انتخابات بود. ولی خب مافیا خیلی شاکی بود که شما انتخاب شدی، از سمت مافیا انتخاب شدی، فرستادنت مجلس، دقیقا مقاله‌ای که مهدی هم چاپ کرده.
و بعد شاکی بودن خب چرا یه دفعه همه چی عوض شد، نادر حزبش رو تغییر داد و رفت یه حزب دیگه و یه حالت چیز شد، یعنی این تعبیر رو استفاده میکنن، نمک خورد و نمکدون شکست. حالا نظرت در مورد این بحثه چیه که در مورد صحبت میشه؟ در مورد اول انتخابات اگه درست یادم باشه قرار بود کاندید بیاد حزب بزن اتحاد رو عوض کنه، اون زمان بحث یک سال پیشه. خب بعد از اینکه پیمان انتخاب شد دور بعدش من جدی شدم، قرار بود یا من بیام یا اشکان تو من جلو اومدم. حالا کی میخواست اتحاد عوض کنه؟ اینجوری بود داستان. یه نامه باز شده بود یه سری بحثا سر اتحاد عوض کردن بود، سر خیلی برنامه گسترده بود. یعنی بعد دوره پیمان شما داری میگی؟ آره بعد دوره پیمان دیگه، الان این دیگه خیلی وقت گذشته، چیز خیلی مخفیانه نیست، خیلی هم میدونم، خیلی هم خبردار شدن. قرار بود اتحاد عوض بشه، خب خیلی برنامه های اجرا بشه. بعدا قبل از یعنی دقیقه انتخابات شروع بشه یه سری بچه ها آمدن به من که تو نامه بودن پیغام دادن، گفتن نادر حالت دست نشی، یعنی بازی چه نشی. وقتی اینو گفتن یه همون لحظه من این نامه مشترک باز کردم بین مهدی، فریبرز با مجید فکر کنم بود موقع اون ستاد، یعنی یه جورایی تقریبا حرف آخر رو میزدن تو مافیا درسته؟ بین اونا باز کرد، آره بین مافیا یه نامه مشترک بینشون باز کردم، بهشون گفتم که اتمام حجت کردم، گفتم که من الان نمیدونم، من دارم رئیس جمهور میشم، یه سری پلن دارم، ولی من به عنوان شخص رئیس جمهور هر تصمیم بگیرم قراره به قولن خوب یا بد، خوبش که خب به قولن میگن پیروزی 1000 تا مادر داره، شکست یتیمه. گفتم من اگه تصمیم گرفتم ممکنه تصمیم عوض بشه، ممکنه کار دیگه بخوام بکنم، اگه چیزی که خودم صلاح میدونم درسته اون رو انجام میدم، مشکلی پیش نیاد. نه اونا قبول کردن، گفتم خب نه مشکلی نداره، تو هر کاری میدونی درسته انجام بده. یه جوری من کاندید مافیا نبودم، ائتلاف مافیا شده بود و اون زمان هم از رستاخیز کاندید شدم، چون اول حزبی که من تو بازی سبز بود، بعدش که به بازی برگشتم رستاخیز بود که کمکم کرد. ولی خب اون رستاخیز که من اون لحظه ازش کاندید شده بودم، رستاخیز دیگه اون آدمای قدیمی توش نبودن، همه رفته بودن. ولی خب به یاد قدیم از رستاخیز کاندید شدم، میخواستم حزب رو درست کنم ولی خب نشد، چون اونایی که باید میومدن نیومدن. خب اگه خب قاعدتا 100% اگه کمک مافیا نبود من هیچ وقت نمیتونستم رئیس جمهور بشم، اگه کمک مافیا نبود. تا وقتی که من رئیس جمهور شدم شرایط رو دیدم، خیلی از کسایی که ازشون توقع کمک داشتم به عنوان رفیق میشناختمشون پشتم خالی کردن، اسم نمیارم. ولی خب خیلی کسایی هم که واقعا ازشون توقع نداشتم کمکم کردن. یعنی یه جورایی هست وقتی رئیس جمهور میشی تا نیای متوجه نمیشی، اون موقع یه جورایی خیلی خوب بهتر میتونید کسایی که واقعا رفیقتن و همراهتن با اونایی که فقط حرفم بشناسی. خب اومدم رئیس جمهور شدم، بعدش روابط رو سعی کردم درست کنم، نمیخواستم اصلا ایران دشمن بتراشم. خب از اون بیبی بوم داشت انجام میشد، داشت میرفت بالا جمعیت، خدا رو شکر کمک آریومند بود، اگه آریومند نبود من نمیتونستم بدون کمک اون کارو بکنم. از اون جو کشور خیلی خوب شده بود. خب قاعدتا وقتی که من دارم با همه کشور رابطم خوب میکنم، ترکیه درست دشمن ما بود، ولی خب من ترجیح دادم به جای اینکه بخوام دشمن تراشی کنم، خب رابطه با ترکیه خب برامون همسایه است، مقدونی نیست که ما بگیم هست شد از اینجا پرت میشه بیرون، پس باید همیشه باید یه رابطه ملموسی نگه داریم، حالا میخوام خوب باشه یا بد. یه لحظه باشه مشکلی نیست. آها خب کجا بودم؟ آها
بعد از اون بود گرایش که نیما فردی. پرشیاگارد، نیما پرشیاگارد بدون به من گفت که میخوام همون زمان ترکیه جنگ داشت، ترکیه حذف میشه. نیما پرشیاگارد یه مقاله میزنه، آرتیکل میزنه، ترول، خب از ترول یه خورده گذشته بود، خیلی بدجور مسخره ترکیه میکنه. به من قبلش گفته بود که میخوام آرتیکل بزنم، ولی خب من فکر کنم خواهد یه آرتیکل فارسی بزنه یا مثلا نمیدونم چطور موقعی یادم نمیاد، ولی خب چیزی که تو ذهنمه فقط من بهش اجازه دادم یه آرتیکل بزنه، یه چیز عادی بود. یعنی من فکر نمی کنم میخواد آرتیکل اینترنشنال بزنم، که اشتباه از من بود. من باید به عنوان یه رئیس جمهور، به عنوان کسی که وزیرم میخواد آرتیکل بده، باید قبلش مطمئن میشدم چی میخواد بنویسه. نیما پیشگارد میاد آرتیکل رو میزنه، بعدا خب سر صدا شد، خیلی سر صدا شد. من تازه داشتم رابطه رو درست میکردم، داشتم صحبت میکردم، نمیخواستم دشمن تراشه کنم. ترکیه درست بود حذف شد، ولی من مطمئن بودم دروزیگه دوباره قدرتش دستش میگیره. اون موقع جوی بود که ایران تقریبا میشه گفت یه کشور پرو ایدن محسوب میشد دیگه، درسته؟ آره پرو ایدن حساب میشد، درسته. بعد از اینکه خب همون لحظه بعدی که مقاله رو دیدم، یه خورده دیرم دیدم مقاله رو، یادم نیست سر چی نبودم، همون لحظه بعد دیدم مقاله رفته بالا، سر صدا شده. بعد همون لحظه ما داریم مذاکره میکنیم، خیلی همه چی به هم ریخته بود، همه چی به هم ریخته بود. شروع کردم به نیما پیغام دادن که نیما تو رو خدا پاکش کن، خیلی بد آرتیکل بد شده، خیلی آرتیکل بد شده. واسه همین اول خب یه خورده صحبت کردم، از اونم به مهدی پیغام دادم تا آخر آرتیکل رو پاک کردم، ولی خب به هر حال آرتیکل زده شده بود. اینجا گذشت تا یه شب من و امیر داخل کانال IRC بودیم، خبر به هم رسید که مجارستان میخواد به ایران NE بده. خب مجارستان میخواد NE بده، من تقریبا یه شب قبلش فهمیده بودم، هنوز NE در کار نبود. با امیر داشتیم میخندیدیم، گفتم که امیر میاد بزنیم، داشتیم یعنی مطمئن نبودیم اون لحظه، گفتیم بجنگیم. موقع آریان فرگی هم اومد گفت که نه بابا نمیتونه، دو خلاصه بچه ها گفتن نمیشه و فلان و مجارستانه، الان خب امپراتوری دیگه مجارستان و فلان این چیزا، گفتم دیگه ریسک دیگه. به هر حال خب طرف نه اومده مذاکره کنه، نه اومده چیزی، میخواد هر کاری کنه تجاوز خاکم حساب میشه دیگه. گفتم که آره آماده بشین. همه دستش درد نکنه، یکی از کسایی که واقعا اون دوره پشتم بود، واقعا کمکم کرد، واقعا تا لحظه آخر کنارم بود، امیر بود. یکی از کسایی افراد کلیدی که خیلی کمک کرد که سرپا وایسادم. دوره که سیپی شدی، یعنی بعد دوره که سیپی شدی، آره، و جنگ مجارستان. همون دوره اول، آره همون جنگ مجارستان پیش اومد. خب ما با یه خورده ارتشا صحبت کردیم، یه خورده دمیج هول نگه داشتیم، مطمئن هم نبودیم که انی اومد. انی اومد، خب انی که اومد، اگه جو موقع یادتون باشید کاملا یه جو دپرس افتاد، همه گفتیم دوباره حذف شدیم، فلان شد اینطوری. خب هر کی، خب قاعدتا خب حق داشتن، ایران با ام پی پی های مجارستان بیشتر بود، قدرتش بیشتر بود. ایران دقیقاً اون زمان 6 تا ام پی پی داشت و مجارستان کلی، مجارستان فکر کنم دو برابر بود، یادم 12 تا یا دو برابر بود، همون دو برابر میشه 12 تا یا بیشتر بود یادم نیست. خب حق هم داشتن، 17 تا فکر میکنم ام پی پی داشت، 17 تا فکر میکنم ام پی پی داشت مجارستان. آره اینا رو میگم درسته، عدد رو یادم نیست. گفتم خب قاعدتا آماده شدیم، جنگ شروع شد، جنگ شروع شد و واقعا اپیک بود. یکی از قشنگترین خاطرات هم اون جنگ بود، با اینکه مثلا بعد از اینکه جنگ جدی شد بچه ها دیدن داریم میبریم، دستشون درد نکنه، همه شروع کردن کمک کردن. یعنی یکی از شبایی بود که واقعا کل ایران اون شب متحد شده بود. خب اون جنگ تموم شد. بعد از چه؟ حالا میخوای بری سر یه بحث دیگه، چون سر این جنگ من یه سری سوال داشتم. میخوام الان برگردم سر مافیا. بعد از اینکه این جنگ شد و اینا، سر مافیا بعد دوباره بیایم سر این جنگ باشه. دوباره همین آخر دوره شد. نیما، من قبل از اینکه دولت رو بزنم، تا اونجا که یادم با همه
کابینه اتمام حجت کردم که شما داخل دولت من اومدید به عنوان وزیر دارید میاد، به عنوان واسه ایران دارید میاد، حزب هیچ معنی این وسط نداره. نیما میگه به من نگفتی، ولی خب من یادم نمیاد اونجا که یادم به همه اتمام حجت کردم، گفتم که حزب معنی نداره. بعد از اینکه آرتیکل اومد زد، خب پایین آرتیکلش اومد تبلیغ واسه صادق کرد. خب من هنوز خبر نداشتم، یعنی هنوز احتمال داشت من دوره بعدی بیام، با این صحبتایی که شده بود برنامه داشتم دوره بعدش بیام دوباره واسه ریاست جمهوری. خب مافیا به من هیچ خبری نداده بود، چیزی هم نشده بود. اگه دور نه صبر کنید، فکر کنم بهم گفته بود که میخوام کاندید بودم یا نه، ولی من پافشاری کردم، درست اینو یادم نیست. پافشاری کردی بر که گفتم نه میخوام دوباره برنامه هم تموم نشده، هنوز بیبی بوم میخوام ادامهش بدم و یه سر چیزای دیگه مونده که میدونستم به خبر رسیده بود که مقدونی احتمالا دوره بعد میخواد بیاد، واسه همین گفتم میخوام دوباره کاندید بشم. یادم نیست که اونا به من خبر دادن یا ندادن، ولی هرچی شد سر اون آرتیکل سر صدا شد دوباره. خب در معقول وقتی من اومدم دیدم آرتیکل ووت خورده رفته بالا، یه جور دیر خبردار شده بودم، برای که اکثرا من بیشتر اوقات شبا بیدارم، روزا به مثلا ساعت صبح تا ظهر خوابم. آرتیکل اومده بود بالا، خب صادق خورده بود تو مجلس سر و صدا شد، رو چه حسابی وزیر اومده تبلیغ کرده. خب من خودم مخالف این قضیه بودم، خب نمیتونستم پشت نیما بیام، خودم مخالفم و بدون اطلاع من این کارو کرده بود. خب من مهندسش ناراحت شدم، مهندس نیما استعفا داد سر این قضیه. خب مافیا خیلی دستم ناراحت شد، چرا اونجا یه بار اینجا دو بار همچین کاری کردیم؟ و بزرگترین ناراحتی که پیش اومده بود، مافیا به من نگفته بود که ما میخوایم، یعنی هیچ کی به من نگفته بود که، اعلام آمادگی نکرده بود که میخوایم داخل کابینه بیایم. بعدها فهمیدم یکی از دلایلی اصلی که دست من ناراحت شدن به خاطر این بود که به مالبوس هم موافقت گذاشته بودم. و سر نیما دو جا شد که اینطوری شد، پیما آلبوس که موفا بود دوباره یه بار دیگه اینطوری شد. نازیان اینجا یه سوالی دارم در مورد پیمان که گفتی، بعدن متوجه شدی یا قبلش هم مافیا در این مورد باهات صحبتی کرده بود؟ نه مافیا هیچی به من نگفته بود، من بعدها از طرف حمید رضا فهمیدم. تا قبل از اون من اصلا خبر نداشتم که یعنی مافیا از سر قضیه مفاد اسم ناراحت. خب به منم چیزی نگفته بودم، منم آدم حزبگرایی نبودم که یعنی واقعا برام فرقی نمیکرد کی میخواد تو کابینه باشه یا چه کسی باشه، من فقط برام مهم این بود که اون شخصی که داره برام کار میکنه آیا اون چیزی که ازش توقع دارم میتونه انجام بده، آیا میتونه کاراشو بکنه یا به اون اهدافم برسونه یا نه. خب من چیزی خبر نداشتم، واسه همین چیزی هم به من نگفته بودن، من نمیدونستم. من بعدا حمید رضا به من گفت که مافیا که از دلیلی که از تو ناراحته اینه. خب اینجا سجا شد، بعدش هم که دوره بعد من کاندید شدم. خب بله مافیا واقعا اصلا ناراحت شد و ادامه پیدا کرد. حالا بگذاریم از این موضوع، بحث جنگ اپیک مجارستان رو مطرح کردیم. هم میدونیم واقعا جنگ افسانه‌ای بوده، جنگ خیلی خوبی بوده، همه خاطرهای خوبی از اون جنگ داریم. ایران تو اون زمان یکی از خزانه های پر کل ریپابلیک رو داشت و این جنگ هم واقعا جنگ پرخرجی بوده. کسایی که مخالف تو هم مطرح میکنن میگن که خب هر کی بود با اون هزینه‌ای که داشت، هزینه‌ای که برای اون جنگ انجام شد، با اون خزانه‌ای که داشتیم میتونستیم مجارستان رو شکست بدیم و این جنگ مجارستان در واقع باعث شد که ما خزانه‌مون خالی بشه و این خالی بودن خزانه هم که تا الان هم همین وضعیت دوچار هستیم. حالا ولی خب کسایی که موافق تو هم و طرفدار تو هم مطرح میکنن میگن که خب مجارستان، اگه ما مجارستان رو نمی بردیم مجارستان میمد تو ایران موندگار میشد، واقعا میارزید اون هزینه. حالا نظر خود در مورد جنگ پرخرج مجارستان، حالا از این دید نگاه کن، نظر در مورد جنگ مجارستان رو از این دید بگو.
از دید پرخرج. یه خورده فکر کنم. مشکل نیست، برنامه زنده است. جنگ پرخرج که واقعا پرخرج بود، اینو واقعا قبول دارم. فکر کنم 2-3 میلیون خرج شد، درست قیمت ها یادم نیست، که یادم بدهکار شدیم. نه آره بدهکاری ما رو دوره. جنگ پرخرج که واقعا جنگ پرخرج بود، ولی حالا دیگه حدود 2.6 میلیون اگه اشتباه نکنم 2.6 میلیون خرج شد فکر میکنم. ولی خب مسئله اینه، آیا هر کسی آماده میشد مستقیم بزنه به مجارستان و جنگ محکم پی بگیره و ادامه بده؟ چون من به هر حال تقریبا قبل از اینکه وارد دولت با عنوان رئیس جمهور بیام، شاید بیشتر از یک سال تو تمام دوره ها یا مد بودم یا اینکه یه جوری کمک مثلا داخل کانال تجهیز و اینا می اومدم. پس یعنی جنگ رو کامل میتونم وقتی که مثلا نگاه میکنم میتونم فورا بفهمم این جنگ چقدر خرج داره، این جنگ چه درد سری داره، آیا این جنگ قابل بردن یا نه، آیا ارتش فایده داره یا نداره. خب قاعدتا من خیلی وقتا که داشتم نگاه میکردم، خب سر خیلی از جنگ ها مثلا طرف بودجهش تموم میشه و قانع میشه و میگه خب پول تموم شد یا نشد. اگه اسم نمیارم ولی یکی از خیلی از دورهای قبل‌تر از من خیلی بیشتر از این خرج شد و شکست خورد ایران از یک کشور ضعیف‌تر. اینا فرقشونه، اینکه فقط به خرج نیست، اینکه بدون چجور خرج کنید چیکار رو بکنید. نمیگم خودمون اصلا نمیگم، چون وقتی که رئیس جمهور بشی خودت نمیتونی فایت کنی، خودت نمیتونی تجهیز بدی، چون همزمان یه جورایی انگار چراغ انگار چراغ همه همزمان دارن بهت پی ام میدن. اگه تو اینا رو منیج نکنی خودت جنگ نمیشه هندلش کرد. خب کسی که بیشتر از همه داشت دمیج میخرید و اینا امیر بود، خیلی از کسای دیگه بودن کمک امیر میکردن، پویا، اسم زیاده. خب به حال دیگه هر جنگی خرج داره، خرج اون جنگ هم این شده ببریم به این شکل. از اون دوران که بودی، از اون دوره از خودت راضی هستی؟ از دوران کدوم دوران؟ همون دوره جنگ مجارستان. دوره جنگ مدارستان خب آره جنگ رو بردیم، راضیم. یه سری خوبه، یه سری دیگه انتقاد هایی که مطرح میکنن نسبت به اون زمان که سی پی بودی این بود که تو حساب کتاب دادن به مجلس هیچ وقت خودت نبودی، بعد خیلی کم بودی، بهتر بگیم کم بودی، یا امید تی ام فکر میکنم ریزه مخارج جنگ رو اومد توی مجلس تحویل داد و انتقادی که وارد میکنن همین بحث غیبت تو مجلسه. و یه سوال دیگه کنار اینم میخوام بپرسم، کلا ما وقتی اکانتتون میبینیم، چه اکانت انذاری، چه اکانت همین اکانت فعلی که دستت هست، کلا مدال های مجلست خیلی خیلی کمتر از مدال های دیگته. حالا این دوتا سوال رو خوشحال میشم جواب بدم. اکانت انذاری اگه اون زمان یادتون باشه که انتخابات حزبی نبود، انذاری ما اون دوره است، یعنی هر شخص باید اولا دوره قبل فیلتر شدن که باید شخص مقاله میداد، یه سری مولتی خودش جور میکرد تا اشخاص بیان به اونا رأی بدن و هم بتون وارد مجلس بشه. خب اولا من مولتی نداشتم، دوما اون زمان هم وقتش نداشتم، واسه همین یه جورایی حاضر نمیشدم قبول کنم که برم مجلس وقتی وقت ندارم. خب اون زمان که اصلا مجلس نرفتم، گذشت، من برگشتم، یه مدت دیگه گذشت، انتخابات حزبی شد. خب اهل حزب‌بازی نبودم، واسه همین خیلی مجلس علاقه به مجلس نداشتم. گذشت تا بعد از اینکه دو سه بار رفتم مجلس، جو مجلس رو که دیدم واقعا متنفر شدم از مجلس. دروغ چرا، اینقدر متنفر شدم که دیگه گفتم پامو مجلس نمیذارم، مگر اینکه مطمئن باشم اون ما اعصابشو دارم، کشششو دارم، به خاطر جو خیلی بد یه جوری حاکمه،
یه جوری چشو بگذاریم، ولی خب خیلی باش حال نمی کنم. خب به هر حال این مربوط میشه به اون بخش از سوال که خودت چرا مدالای مجلس کمه، کم رفتی مجلس، ولی اون بخشی که رئیس جمهور بودی، بالاخره رئیس جمهور باید تعامل داشته باشه با مجلس، این جزء وظایفه و در مورد این بخش اون مگه جا... در مورد اون خب مجلس اینو آره قبول دارم، یکی از ایرادای من این بود که خیلی با مجلس تعامل ندارم، واسه همین همیشه یه جورایی به یکی از بچه ها میگفتم، مثلا هر دوره خب یه دوره امید بود، بقیه دوره هم هر کی بود مثلا یه نفر میذاشتم مخصوص مجلس، چون واقعا وقتی که بحثای مجلس رو میدیدم فقط عصبی میشدم. خب این بد بود، این واقعا نقطه منفیه، یه پوینت منفی میشه گفت، ولی حسابرسی هم به خاطر اینکه وقتی که تو پای جنگی اگه من بخوام بشینم حساب کتاب کنم اون لحظه اس اس بدم که به کی چقدر پول دادم، به کی دقیقا چی کار کردم، خیلی وقتم میگیره، بخوام به این فکر کنم که چقدر دارم خرج میکنم، خب من بخوام جنگ رو ببرم، برام جنگ مهمتر، بردن مهمتره. اولا جنگ مجارستان اول اینطوری شد، خب برام خیلی مهم بود که اون جنگ رو من ببرم هر طور که شده به هر قیمتی، چون مجارستان جنگ یه دونه بود، اگه میبردیم دیگه تموم میشد، ولی اگه اون جنگ رو میباختیم ممکن بود مجارستان، شاید الان جای ترکیه، شاید یک سال دو سال، شاید مجارستان موندگار میشد، هیچ کی نمیتونه اینو بفهمه، مجارستان واقعا قدرتش زیاد بود، ما طاقت جنگی فرسایشی نداشتیم. خب اون لحظه خیلی من خرج کردم مستقیم هی مجلس، فکر کنم دکتر رئیس مجلس بود، دستش هم درد نکنه، واقعا با همکاری کرد اون موقع، واقعا کمک هم کرد، فوراً به من پول میرسون، خب من پولا رو پخش میکردم، واسه حساب کتاب دستم در رفته بود تا این حساب کتاب رو دوباره جمع بکنم ببینم که چقدر داده، کی چه جوری شد و اینا، خب طول کشید. حالا اون روزا منم خودم تو مجلس بودم، یادمه میگفتی که من تازه اومدم ایران و اینترنت ندارم و این صحبت ها، وقتی اینا رو که میگفتی تو مجلس نماینده ها همه عصبانی میشدن، خب یعنی چی نادر نمیتونه یه دونه تو کافینه جایی پیدا کنه و این چطور بگیم از نظر بعضی ها بهونه، خب خیلی ها رو ناراحت میکرد تو مجلس که فکر میکنم ترش هم منجر به محرومیتت شد اگه اشتباه نکنم، درسته؟ آره محکوم کردم، درسته. خب من غیبت که داشتم، سر غیبت دوره اول که هیچ گذشت، جنگ با مقدونیه بود، دوره دوم که با مقدونیه پیش اومد، خب مقدونیه میخواست حمله کنه در هر صورت که شده، اگه میخواستم واسه زد و بند کنم بعدا آبروی ایران میرفت و قاعدتا ادن، اون موقع پرو ادن بودیم، قاعدتا ادن از دست ایران ناراحت میشد و خیلی مشکلات بعدی پیش میومد. مقدونیه فقط میخواست بره، مقدونیه قرار بود بره امارات، خب اون زمان اومدن با ما صحبت کردن گفتن که بیاد بهمون راه بدید بریم، خب دیدید که هر جلسه که باشه آخر جلسه پخش میشه، یعنی از وقت نامه‌های خصوصی دو نفره درس پیدا میکنه دیگه، واقعا جلسه چند نفره درس پیدا نکنه و 100% این خبرش پخش میشد که ایران زده بند کرد، فکر کنم دوره بعدی هم چند بار زده بند شد و گندش هم در اومد. خب بخواد سر این قضیه من حاضر نشدم زده بند کنم، گفتم خب میدونستم میخوان حمله کنه، گفتم خب حمله اول من بزنم که بعدا وقتی که داخل شروع کردن با کشور دیگه صحبت کردن قبول داشته باشم، بگم اونقدر جربزه داشتم که ما حالا با اینکه میدونستم ضعیف داریم حمله کنیم منتظر ننشستم، خودم ضربه اول هم زدم، خب ولی میدونستم نمیتونیم کاری کنیم که نشدم، خیلی سعی کردم مثل مجارستان دوباره بشه جمعش کرد که نشد متاسفانه. خب این فشاره که رو من اومده بود آخرای دوره یه سری مشکلاتی هم برای دیگه هر که زندگی واقعی هم داره، آخرای دوره یه سری مشکل پیش اومد، یه غیبت کوتاهی موقع داشتم گذشت تا دوره سوم. دوره سوم اردیبهشت بود، من قرار بود کامل دو کل دورم برنامه‌ریزی شده بود
کل دوره هم من وایسم، دوره بعدش قرار بود امید، دوره بعدش هم قرار بود امید تمدید بشه. ناز جان اگه اجازه بدی در مورد همین جنگ مقدونیه هم یه صحبتایی داشتم که الان دیگه همینجا چون مطرح کردی اینو بپرسم بعدش بریم ادامه بدی شما. درسته؟ خوبه؟ مشکلی نداره؟ بفرمایید. آره این جنگ مقدونیه، خب ایران اون موقع پرو ادم بود، چند ماهی تلاش شده بود که ما خودمون رو به عنوان یک کشور وفادار به اتحاد نشون بدیم، به خاطر اینکه قبلش هی ساید عوض میکردیم، کلا دنیا از دستمون شاکی شده بود، هیچ اعتبار نداشتیم. اتک اول هم فکر میکنم ما دادیم به مقدونیه. خب خیلی ها اینو با این قضیه واقعا موافق بودن، میگفتن این به ما اعتبار بخشید، یعنی اتک دادن ما به مقدونیه خیلی کمک کردیم به اتحاد اون زمان. و خیلی هم میگن نه واقعا یکی از اشتباهی بزرگ سیاسی بود که ما بیاییم به مقدونیه اتک بدیم. حالا خودت جوابت چیه در نسبت به این انتقادها و کلن در این مورد نظرت چیه؟ تو صحبت قبلی میگفتم که من واقعا هرچی اگه الانم برگرم به همون موقع حتی بدونم حذف میشیم بازم اتک اول رو میدم، یعنی باعث اون کارام باعث تصمیم گیری اون موقع هنوز که هنوز اعتقاد دارم به همون تصمیم هم. و هنوز هم برگرم اون موقع همون کار رو میکنم، یعنی چه عوض نشده. باشه اینطوری ها. اگر موافق باشی یه میان برنامه داشته باشیم، یه آهنگی بذاریم، در ادامه دوباره موضوع رو میخوریم. و این یه آهنگی که میخوام بذارم یکی از آهنگای مهدی رستیبه. بعد آهنگ دوباره در خدمت شما هستیم. کسی خوشبخت نبود، تو که رفتی همه چی بیرون شد، بی تو دنیا واسه من زندون شد، تو که بودی میشد از درد گذشت، با تو میشد به سیاهی بر نگشت، رفتی و سیاهی به دلم رسید، چشمای من دیگه خورشید و ندید، با تو رو بال ستاره ها بودم، فکر درد و غم دنیا نبودم، بی تو درد و غم شدم هم سفرم، چجوری بی تو از این غم بگذرم. بینی
نیاز و غرق آواز بودم. بی تو تنهاست دل پر نیاز من، بی تو آهنگی نداره ساز من. با تو بال ستاره ها بودم، فکر درد و غم دنیا نبودم. خب نادر جان خسته نباشی، از مهدی هم تشکر میکنیم بابت آهنگش. آماده ای ادامه بدیم؟ نادر جان هستی؟ شهران میکروفون هم مفت شده بود، هستم. خب الان هستی؟ مشکل نیست؟ نه بریم. خب نادر جان میدونی که دو سال قبل بود حدوداً، بعد از شدن ایران توسط چین و ترکیه و بعدش هم که ما به نقشه برگشتیم، تا مدت زیادی مجلس و دولت بین دوتا حزب اول اون زمان دلپی و مافیا دست به دست می شد و تا دوره قبلی تو پیمان فکر می‌کنم سی پی شد، آره تا اون دوره همیشه بین مافیا و دلپی بود. بعد اون دوران ریاست جمهوری رو دارم میگم، درسته؟ که بعد اون در واقع یه چند دوره پشت سر هم یه جریانی که میشه گفت دلپی و مافیا رو تا حدودی قبول نداشتن، چند دوره ریاست جمهوری رو گرفتن، حدود تقریبا میشه گفت یک سال قدرت تو ریاست جمهوری دست اینا بود که حالا اسمای متفاوتی روش گذاشتن، مثلا میانه رو، اعتدالگرا و این صحبت ها که حالا اسمای مختلفی داشته، ولی مشخصا دلپی و مافیا نبودن. حالا اسمای مختلفی داره، من الان اسم بگم میترسم بعد شاکی بشم بچه ها دستم که مثلا این اسمو چرا برام گذاشتی، چون واقعا چند تا حزب سیاسی بودن. حالا میخواستم ببینم که دستاورد این افراد رو، در واقع میشه گفت شما هم تو همین جناح بودی تقریبا، دستاورد این افراد رو تو عرصه داخلی، تو عرصه خارجی، نظامی، سیاسی ایران چی میبینی؟ بالاخره قدرت زیاد تقریبا میشه گفت تقریبا یک سال دست اینا بود. ممنون میشم جواب این سوالم بدیم. خب بیبی ما اگرتون باشه قرار بود هدف ما 10,000 نفر بود، یعنی میخواستم تا 10,000 نفر ادامه پیدا کنیم جمعیت، تا 6,000 نفر رسید تا دوره من، تا 6,000 نفر رسید. بعد از دوره من خیلی سعی کردم ادامه پیدا کنم، ولی خب یه سری درایت پیش اومد، یه سری مشکلات پیش اومد، این بیبی موم ادامه پیدا نکرد. این اکثر دیویژن 2 های الان، اکثر دیویژن 3 های الان همه ما رو همون دورن. خب خیلی وارد ایران شدن، خیلی ایران اگه اتون باشه جنگ مجارستان دیویژن 1 اصلا فکر کنم اگه درست یادم باشه اصلا نباخت، دیویژن 1 مهم این تاثیر خودش رو نشون داد. بعد از اون جنگ دیویژن 3 یکی از ضعیف‌ترین دیویژن ها بود، واقعا به سختی قدرت امتیاز می‌گرفتیم. خب بعد الان داریم اینو دیویژن 2-3 حرفی برای گفتن داره تقریبا. خب بعد از بعد دوره من فکر کنم آریان اومد. خب ایراجیش و خب آلی. یه جوری موفق بود دوره، درسته که مقدونی اومد خیلی خرابکاری کرد، ولی خب ایران یه اعتباری کسب کرده بود اون زمان. فکر کنم پیمان آلبوس دوره اولا پیمان آلبوس موفق بود، ایران یه جایی تو بلک لیست بود، سر یادم نیست سر چه جریانی بود، ایران یه جایی تو بلک لیست بود، یونان و خیلی از کشورها با ایران حاضر نبودن ام پی پی بندن، که بعد از جنگ مجارستان خیلیاشون خودشون ام پی پی فرستادن. یعنی خب دیدن ایران داره بیبی بوم میکنه، ایران قوی خودشون نشون داد. خب خیلی از این لحاظی اعتباری کسب کردیم، مخصوصا سر انی به مقدونی که دادیم. خب شروع کردن رو ایران حساب کردن، بعد مدت ها ایران نشون داد که داره خودش قدرت میگیره، تا
الان آینده داریم و دیگه مثلا قبل نیستیم. خب سر این جریان یه جوری با اسمانش هم دوست نداشتم قدرت عوض بشه، تا یه مدت میخواستم این ثبات بمونه، واسه همین یه جوری برنامه ریزی شد که تا چند دوره همینجور سیپی دست این حزب، یعنی یه جوری بیشتر از طرف حزب میاد بوده. خب امیر جیهش اومد، از دلپی اومد و خیلی بعد اون کاندید شدن، ولی یه جورایی کسایی کاندید شدن که هم فکری داشتن، یعنی اینجوری نبود که گفت از یعنی یه جناح متفاوت یه فکری متفاوت کسی رئیس جمهور نشد. یکی از دلایلی که این باعث شد این بود که نمیخواستم از نظر روابط خارجی ایران از خودش بی‌ثباتی نشون بده. خب اینا گذشت تا وقتی که دوره جنگ اندونزی بود. جنگ اندونزی بود، خب خرج نداره، خب خزانه تقریبا خالی بود. خب ایران اونقدر قدرت نداره که بگیم ترکیه نیستیم، ما سرستان نیستیم، مجارستان نیستیم که بگیم یه خرید کوچیک بکنیم خلاص جنگو بردیم. قدرت نداریم، مجبوریم پول خرج کنیم. یا قدرت داری یا نداری. خب سر جنگ اندونزی بود، حمله هوایی زد وارد ایران شد. اون زمان من قرار بود کامل برنامه‌ریزی کرده بودم کل دوره رو بمونم، دوره بعدش هم قرار بود امید بیاد و تا دوره بعد از امید من سفر ایرانم عقب انداختم که بعد از دوره امید قصد داشتم برم ایران، یعنی بعد از یک ماه بعد از ریاست جمهوری خودم که این قضیه اندونزی که پیش اومد. خب خیلی شو که هر سنه آره نادر ورزش نداشت، نادر فلان، خب پولی نبود، من میدونم پول چیکار میتونستم بکنم. شروع کردم حرف زدن، یه سری سر صدا ها شد اینجوری که پیش اومد. خب تنها رایی که دیدم این بود که پولی که برای خرج سفرم جمع کرده بودم و اونو خرج کنم. خب قصد داشتم اون تابستون یه ایران گردی کنم. خب خیلی وقت بود احتمالاً اون تابستون با برنامه‌ریزی که شده بود اون قرار بود تا آخر تابستون هم باشه و چند سال قرار بود ایران برنگردم. خب یه پول جمع کردم، گفتم ایران گردی کنم، بیام بچه ریپابلیک رو ببینم، برم تهران، بیام شهر دیگر سر بزنم. خب سر این حرفایی که پیش اومد خب ناراحت شدم، گفتم مهم نیست، 2500 گل از مرتضی خریدم، شروع کردم گل خریدم، پول جمع کردم و اندونزی رو انداختمش بیرون. آخرای دوره که شد یادم نیست اواسط بود یا آخرش بود که اندونزی بیرون رفت، یه سری اتفاقات افتاد، مجبور شدم برم ایران، یعنی دیگه دست خودم نبود، مجبور بودم برم ایران. خب پولام خرج شده بود، ایرانم پیش اومد، آره آخر دوره تقریبا نبودم. خب خیلی از این لحاظ اعتراض کردم، ولی خب کاری بود که آره من نباید این کارو میکردم، ولی خب چیزی بود که شد، یعنی عذر بهانه‌ای ندارم، چیزی که پیش اومد. خب بعد از این جریان که شد که من رفتم ایران، ماه بعدش امید اومد. خب یه سری ها چوب دووندن که آره مه قدرت گرفته، میان روها که داری اسمشو میارید از گروه های دیگه بودن که این تشکیل شد که مه رو بایکوت کنن، مه رو بایکوت کنن، که بعد از اون امید تو انتخابات شکست خورد. دقیقا من تقریبا 3-4 ماه نبودم، ایران بودم. خب یه جوری قبول ندارم یک سال، چون اون زمان تقریبا قدرت خارج شد. تا بعد از اینکه من از ایران برگشتم دوباره یه جوری دوباره من رئیس جمهور شدم، دوباره قدرت برگشت اینوری تا این ماه که پژمان اومد رئیس جمهور شد. تا خیلی کمک کردم توی این مدت، با این تعبیری که من استفاده کردم، تا دوره‌ای که منظورم تا دوره‌ای بود که مجید شد سی پی و بعدش مهدی سی پی شد، تا آخرین دوره‌ای که خودم برای سوم رئیس جمهور شدم، تا اون موقع یه جور آره قدرت دست مهر نبود، گروه فکری بود که تشکیل شد. من هم اسم مهر رو نیاوردم، یک کسایی میتونم بالاخره به غیر از با حزبای مختلف به غیر از دلپی و مافیا. آره یه جورایی میشه گفت، البته امیر جیه یک یه استثناء بود که دلپی ازش حمایت کرده بود، ولی خب باز همونطور که گفتیم اون هم فکری رو داشت با شما و طبعا میشه گفت که جزء خط فکری شما به محسوب میشه.
اون زمان آره یه جای جزء خط فکری ما میشد، دور قبلا هم داخل کابینه من بود و تقریبا از همه چی خبر داشت. امیر کامل زیر بم کار میدونست، میدونست چی به چیه. خب خیلی خودش هم کسی بود که به من کمک کرد من رئیس جمهور بشم. اگه من تونستم ثابت قدم بردارم، اگه امیر نبود من هیچ وقت نمیتونستم. و خیلی هم اون مدت کمک کردن، از کمک های مجید، پیمان، امیر بگیر، امید، اشکان، ایمان، خیلی بودن. اصلا نمیشه اسم آورد. خب من میخوام اسم بیارم، خیلی جانورا ولی خیلی کمک کردن که این برنامه ادامه پیدا کنه. تا وقتی که من بودم که بعد اینکه من رفتم یه جورایی اون گروه فکری از هم پاشید، گروه میانروایی که داریم میگی، این گروه یه جورایی تشکیل شد که مهر رو منزوی کنن و که دیدید که دوباره برگشت همه چی به هم ریخت. که فکر کنم اگه درست یادم باشه ایده صبحانم بود که این میانرو رو تشکیل داد. حالا خیلی کسا بودن تو این قضیه، ولی حالا صبحان هم یکی از اون کسا بود. بعد به این شکل حالا بریم سراغ دوره، همین دوره، دوره اخیر ریاست جمهوری ماه قبل. یک کوچولو در مورد این دوره توضیح بده، حرفی که داری بزن تا من سوالو مطرح کنم. خب این دوره چه دوره پس میگرفتی؟ حالا سوالی هم که میپرسیدن اینم بزن همینجا بپرسم. سوالی هم که بچه ها میپرسیدن اینه که اگه قبول به این دوره است بخواست یه جا بگم. مقاله بایدادن داده بودی و با مقاله خداحافظی داده بودی و برگشتی و یه دفعه کاندید شدی برای سی پی. خب این یکم جای سوال داشت برای بچه ها. در مورد اینم اگر یه توضیح بدی ممنون میشم. در مورد این خب خب خیلی وقتی که شده یه سری خب به خاطر روابطی که داشتم خب خیلی چیزا خبردار می شدم که خیلی متوجه نمی شدم. خیلی خب. بهتر بگیم خبردار نمی شدم، درسته؟ آره یه جوری خیلی خبردار نمی شدم چه اتفاقی داره می افته اون پشت زمینه، به قولم پشت پرده و قول خیلی ها، یا داره چه اتفاقی می افته. اگه اتون باشه من همیشه عادت داشتم سنخته بزنم، خیلی وقتا حرفا می خوردم. اعتقادم این بود به خاطر سکوتم یا سنخته زدنم این بود که اگه همه چی گفته بشه هرج و مرج میشه. به خاطر همین خیلی وقتا سکوت میکردم. سر دلیل بایدادنم چه بود؟ دلیل بایدادنم این بود که از دست متحده ایران ناراحت بودم، واقعا ناراحت بودم. از دست کسایی که ازشون انتظار داشتم تو جنگا بیام کمک، و واقعا توی مدت من برای خیلی از کشورها کمک کردم، به خیلی هاشون کمک کرده بودم. از یونان بگیر، از آرژانتین، رومانی، خب اکثر جنگاشو تو اونجا که میتونستم کمک کردم. بعدا سر این قضیه کشور، یعنی این قضیه اصلا هیچ ربطی به داخل نداشت، این قضیه کاملا خارجی بود. سر این قضیه ناراحت شدم، گفتم که خب همش داشتم از یه تقریبا دو ماه بود که اول رومانی شد بعدش ترکیه، من کامل داشتم ضد متحدایی که چند ماه زحمت کشتم که اینا یعنی به قولن یه جورایی رفیق فاب ایران بشن. بعدا خب نمیگیم چرا، ولی خب چیزی که شد با خیلی اتفاقاتی که افتاد با عصبانی شد اونا کمکمون نکنن. سر این قضیه که شد خب واقعا دلخور بودم از همشون و بای دادم، یعنی اصلا قضیه داخلی اصلا نبود. بای دادم که خب یه سری خارجی هم آمدن پیام دادن، خب یه سری آمدن حرف زدن، یه سری چیزا پیش اومد. بعد یهو به ذهنم رسید من خب تازه الان بارسلونا هستم، تقریبا الان دو ماه میشه اومدم، دو ماه میشه اومدم. بعدا خب یه جورایی یه کینه تو دارم اون بعد و دوره قبلش هم که مهدی اومده بود دیدم بچه ها یعنی MPP واقعا سخت رو ببندن. خب حق هم داشتن، یعنی این جایی خب هیچ که رو ایران حساب باز نمی کرد MPP ها نمیتونستن ببندن، کارشون واقعا سخت بود. سر این قضیه گفتم خب پس بذار یه حرکتی انجام بدم بعدش برم. خب اومدم رئیس جمهور شدم، دکتر مستویان، علی مستان، سعید آتروپاتس، شایان گیف، شهاب الکسی، خصوصا اینا محمد اینفورمر خیلی کمک کردن.
MPP اصل کاری رو بستیم، امیدوارم این جریان ادامه پیدا کنه، بی ثباتی دوباره پیش نیاد و اگه زحمتی کشته شده زحمت خراب نشد. این ماه اومدم MPP رو یه جای وزارت کارهای ایران رو درستش کردم، نمیدونم درست کردم، یه جای سعی کردم بهبود ببخشم، خب کارم رو انجام دادم، بعدش هم این چیزا پیش اومد. خیلی هم راستی اول دوره به من گفتن که آره نادر دوباره این ماه نشه که بری یا قیبت بزنه. خب من اون لحظه به خودم مطمئن بودم چون من الان بارسلونا حتی کلاس هم یک ماه کامل کنسل کردم، خب میدونستم هیچ نمیتونه برنامه به هم بریزه، سر همین قضیه گفتم خب چه وارد شدم دیگه. خب همونجوری که خودتون بودی دیدید که یک ماه هم کامل بودم. درسته، من چون توی این یه ماه پیشت بودم و کمکت میکردم میتونم باز تصدیل کنم این حرف تو، کاملا یک ماه بودی و زحمت کشیدی. حالا بریم سراغ انتقادایی که مطرح میشه نسبت به این ماهی که رئیس جمهور بودی. خب بحث یه سری انتقادا هست که هم دشمنات چیز میکنن مطرح میکنن و سرش یه سری انتقادا سر قضیه، حالا میگم موضوعشو، سر قضیه بیبی بوم هم مخالفات اینو دارن چیز میکنن مطرح میکنن و هم موافقات این موضوع مطرح میکنن، که مثلا موافقا میگن که مانور زیادی روی بیبی بوم دادی، میتونستی مثلا کمتر صحبتشو بکنی که این انتظار به وجود نیاد که دوباره مثلا 6000 نفر جمعیت کشور افزایش پیدا کنه. و خب مخالفات هم میگن که وعده بیبی بوم دادی و عملی نشد. حالا خب من حالا در جریان هستم برای اینکه شنونده هامون که الان به 35 نفر هم رسیدن برای برنامه اول از این موضوع آگاه بشن، در مورد بیبی بوم خواهم یکم صحبت کنید در مورد این وعده‌ای که محقق نشد. بیبی بوم اول کار قرار بود که با پیج جوکبا صحبت کرده بودیم، همه کارها شده بود، قرار بود که برامون بیبی بوم انجام بدن، قرار بود بیبی بوم انجام بدن. خب من پولم تقریبا 10 روز طول کشید تا آماده بشه، بعد از 10 روز دبه کردن، گفتن که نه این مدت پول افزایش پیدا کرده و با این پولی که دارید میدید 24 روز میشه تبدیل کرد به جای یک ماه، در صورتی که صحبت همه شده بود. خب وقتی اینجوری پیش اومد من گفتم خب وقتی اینا به همین راحتی ها زدن زیر حرفشون از کجا معلوم مثلا بعد از 15 روز بگذره دوباره نگن مثلا یه عدد دیگه، یا این قرار چرا مثلا چرا هر دفعه که میخوایم بیبی بوم کنیم باید به پیجا پول بدیم، چرا مثلا یه بیس یا چیزی یه پیجا. خب اینا باید فکر قبلش میشد، ولی خب اون لحظه این چیزا پیش نیومده بود. سر این چیزا که پیش اومد خب تصمیم عوض کردم، گفتم محمد فایروال پیشنهاد داد، گفتم میشه پیج خرید، خودی که فکر کردم دیدم واقعا پیج خریدن بهتره دیگه، اینجوری لازم نیست هر دفعه منت کسی بکشیم، پیج بالا که بره خود به خود این بیبی بوم ادامه پیدا میکنه و همینجور ادامه پیدا میکنه. یه پیج 110,000 نفره با 500 لایک خریدم که الان لایکاش 111,000 نفر رسیده با 3500 تا تاکینگ، ببخشید 500 تا تاکینگ بود الان 3500 تاکینگه. خب یه جوری تصمیم گرفتم سرمایه گذاری کنم و خب حق دارم که مثلا چرا اینجوری شد، چرا برنامه عوض شد، قبلش این فکر رو میکردم، ولی خب اون لحظه تصمیم گرفتم بگم اینجوری بهتره. به این شکل پس ما این انتظار رو باید داشته باشیم که تو آینده یه بیبی بوم اساسی داشته باشیم با این پیجی که شما داری و این سرمایه‌گذاری بلند مدتی که شما انجام دادی. یکی دیگه از انتقادهایی که مطرح میکنن توی این دوره بحث حذف شدن ایران بود، که ما تو عربستان یه انقلابی شد و تو انقلاب فقط همون یه استان رو ما داشتیم دیگه، ترکیه اومده بود ایران کامل گرفته بود، یه استان توی عربستان داشتیم تا پوینت خیلی نزدیک داشتیم میرفتیم با ترکیه،
سی و چند دقیقه هم نیست امتیازش، ولی خیلی نزدیک بودیم تا تا 25 سی هم رفته بودیم که اونجا وزارت دفاع یه مقاله داد که بچه خیالشین ما اگر این منطقه رو بگیریم دوباره از دستش میدیم و یه برنامه بلند مدت داریم برای آزادسازی ایران توی خاک اصلیمون و فایده نره این منطقه رو تو عربستان حفظ کنیم. نظر در مورد این بحث چیه؟ در مورد این بحث اگر اتون باشه به خاطر که منطقه عربستان یه خورده طولانی شده و دست ایران داشت دترمینیشن بونوس میگرفت و پوینت انقلابی داشت میگرفت، باعث میشد که ضریب دمیجا داخل عربستان بالا بره و ترکیه هم درسته تا یه ماه فکر نمی کنم دترمینیشن آنچنانی بگیره. الان مناطقی که ما نورس وست ما که این هم دست ترکیه بوده یک و دوازده صدام اگه اشتباه نکنم گرفته دترمینیشن پوینت. حالا فکر نمی کنم اونقدر مسئله این بود که ترکیه قصد حذف کردن ایران رو داشت، یعنی از من سر این قضایی که پیش اومد، سر دعوایی که شد، سر مقالاتی که داده شد، اگر اتون باشد دوره مهدی گروه مد، خب ترکیه یه جورایی سه تا گروه بگیم میشه هستن اگه بخوایم، خب خیلی گروه های بیشتر مثل ایران که حزب و اینا اختلاف زیاد داره، خب خود ترکیه هم همین قضیه است دقیقا. گروه اول که پان ترک هم کامل زده میگفتن امپراتوری عثمانی باید درست کنیم و ایران اصلا دلیل نداره بخوایم بهشون منطقه بدیم، راحت میتونیم ایران حذف کنیم و دیدید که حمله کردن و شروع کردن با ملتی بازی. خب خیلی از مناطقی که جنگل داشتن میگرفتن، ولی خب چون ملتی بازی رو بود سر صدا همه در اومد، بعد ادمین رو ایران زوم کرد و طور شد که ملتی داخل 10 ثانیه برمیشد، یعنی واقعا نمیشد کاری کرد. خب بعد از اون روال جنگ برعکس شد، بعد از اون ایران شروع کرد جنگاش رو باختن و همین قضیه ادامه پیدا کرد که با دوره من که اون وقتی که اومدم ریاست جمهوری یه منطقه بیشتر برام نمونده بود. خب داخل خود ترکیه گروه اول که اینا بودن، گروه دوم مد کامل جنگ رو بایکوت کرده بود و گفته بود که به ایران هم تو جنگا نمی جنگیم، جنگ رو تحریم کرده بود. مد در واقع تا وقتی جنگ رو بایکوت کرده بود که ما کل مناطق ایران رو پس گرفتیم و اتک، خب اتو اتک خورد به استان هممرز با ترکیه. مد دقیقا از موقع مقاله داد که امیر 121 یه مقاله داد ضد ترکا و ترور لنگ کرد. آره تقریبا همون روزا بود شروع کرد. نگاه کنید تو جنگ، تو این بازی ترور یه معنی میده، توهین یه معنی میده، این دوتا از همین دوتا چیز کاملا مجزان. ترور یعنی بازی قشنگش به تروله، ولی وقتی که کار به توهین بکشه، کار به این چیزا بکشه، خب همه رو ناراحت میکنه، فرق نمیکنه طرف کدوم گروهی باشه کدوم حزبی باشه، وقتی پای توهین بیاد وسط خود همه متحد میشن، حتی اونایی که کنار کشیدن. خب یه مقاله زد کامل ترکیه رو توهین بهشون توهین کرد. اگه اتون باشه لازو هم اومده بود واسه ایران داشت میزد، چون خب گول بهشون داده بودیم دمش بزنن. امیر 121 مقاله که زد فورا همین مقاله داخل ترکیه پابلش شد، این مقاله داخل ترکیه پخش شد که محمدو یکی از رئیسای قبلی که الان جزء فرماندارشون هست اومد فورا به من پی ام داد، گفت که نادر بگو این مقاله رو پاک کنن که دیر شده بود. من یه خورده دیر مقاله رو دیدم، مقاله رو به امیر فورا پیغام دادم که امیر پاکش بکن، مقاله دردسر درست میکنه و همون رو که انتظارش داشتم دردسر یه توقع داشتم پیش اومد. بعد از اون مد آرتیکل داد مد ایز کالینگ یو و شروع کردم به جنگیدن. تقریبا کل ترکیه به ها مقاله متحد شدن. خب بعدش هم که این قضایی پیش اومد، آها برگردیم سر منطقه عربستان. منطقه عربستان خب ترکیه قصد داشت ایران هست کنه. خب هر 24 ساعت میشه یه انقلاب کرد.
ما این مطلب این جنگ رو میبردیم، دوباره جنگ بعدی، دوباره جنگ بعدی، دوباره جنگ بعدی. خب انقلاب بود، منطقه خود ایران نبود، جنگ فرسایشی میشد. ایران هم هیچ وقت داره جنگاشو با پول میاره، هیچ وقت با جنگ فرسایشی نمیتونه کاری از پیش ببره. خب ما این جنگ گفتیم بی خیال بشیم، داخل خود ایران منطقه انقلاب کنیم. بعد داخل خود ایران انقلاب کنیم، یهو دیدم لازم اس او اس 20 کا تانک از ایران میخواد، خیلی از ارتشا بهشون بدهی داریم، از اسپارتا فکر کنم اسمار اسپانیا دیگه، خب خیلی بودن ارتش اساس فکر کنم به دیاش زمان جنگ رومانی بود دیگه، درسته؟ آره اگه درست یادم باشه مال جنگ رومانی بود، یا حدود 15 کا اشمار اون موقع بود، 14 کا بهتر بگیم، یه 5 کا هم فکر کنم مال دوره مجید بود، از یعنی از یعنی بدهی کاملا قدیمی بود، بدهی کاملا قدیمی بود. خب خیلی اینا همه جمع شده بود. خب من نمیتونستم مولتی بازی رو کنم مثل داره میری، چون ادمین دوباره ایران زوم میکرد و ریپورت ها شروع میشد، پس مجبور بودم این مولتی بازی کاملا مخفیانه شروع کنم و ارتشا رو بازخرید کنم. خب این قضیه که پیش اومد، اول مسئله پول اومد، خب دیدیم هیچ کی کمک نمیکنه، یعنی تمام کسایی که قرار بود کمک کنن خودشون کنار کشیدن، هر کی یه بهانه آورد یه چیزی آورد، هر کی حالا براش مشکل پیش اومد، حالا بهانه بود یا واقعیت قضاوت نمیکنم. خب تمام گذاشتن دیگه، واقعا نمیتونستم کاری بکنم. خب تنها بخشی که من داخل بازی واردش نشدم مولتی بازی بود، خود من نمیتونستم بیشتر مولتی بزنم، بحث 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو هم نبود بگم مثلا الان یاد بگیرم شروع کنم به زدن، کامپیوتر جدا هم نداشتم. تا فرید اومد گفت که کمکت میکنم، شروع کردیم اول فرید با کمک چند نفر شروع کردن کمک کردن، اول به دیگه رو صاف کردیم. چه؟ حالا اسم نیاری بهتره. نه به کسایی که به فرید کمک کردن، چون فرید که دیگه بند شد بندش کردن. خب البته خب ترکیه داشت ریپورت میداد، ولی خب کسی نمیدونست که این پول داره از کجا میاد و پولی وارد اکانت من نمیشد، ادمین نمیدونست بفهمه این پول داره از کجا جابجا میشه، پس غیر از ریپورت داخلی ترجمه مقاله من هیچ راهی نداشت که ما بند بشیم. همین اینم خب یکی از انتقادایی که به دوره تو وارد میشه، چرا اون مقاله به اون شکل زده شد که ترجمه بشه و دردسر ایجاد کنه؟ چی؟ خب شد مثلا به صورت مخفیانه تری از بچه ها کمک خواست، نه اینکه شما یه مقاله چاپ کنی مثلا از بچه ها بخوایی که بیان، یه جورای تابلو بود دیگه اون مقاله، ترجمهش هم معنی همین معنی موکیوازی رو میداد و اون مقاله ترجمهش رو خیلی دردسر ایجاد میکرد که و همونطور که دردسر ایجاد کرد و تهش هم باعث شد که نگاه کنین من خودم به شخصا مولتی نداشتم. خب ادمین نمیتونه منو بند کنه به خاطر اینکه من پول وارد آکانت هم اولا نمیشد. خب بالاخره پول جابجا میشد، پول جابجا میشد، از پول جابجا میشد تهش نبود اکانت شما دیگه، نه از با آکانت من هیچ چی نمیرسید، هیچ پولی با آکانت من نمیاد. خب بکنین بحث جدا است. من مثلا آقا من مقاله بزنم مولتی بازی دارم میکنم فلان، خب وقتی که مدرک چیز خاصی نیست، ادمین دقیقاً نیاد نفهمه ترجمه رو، تو وقتی که چیزی نباشه نمیتونه کاری کنه. تا وقتی که خب وقتی که اینجوری شد رو من زوم کردم. خب چرا زوم کردم؟ چون مقاله ترجمه شد، من با یه سری مدت صحبت کردم، خب یه سری آشناها داشتم، گفتم با این شرط که تو داری میگی و اگه واقعا مولتی نداشتی، خب حتی پولم پول مولتی هم بیاد داخل تانکت، تا غیر از اینکه ترجمه نشده باشه هیچ راه دیگه نداره. خب ترجمه شده بود که ادمی اومد بند کرد، یعنی بند نمیکرد چون من مولتی نداشتم. روز آخر یه پولی وارد اکانت من شد و خب ریپورت هم شده بودم، ادمین هم خب یفته زد همه آکانت ها رو با هم دیگه بند کرد و دیدید که جنگی که داشتیم میبردیم دو تا منطقه گرفتیم. و راستی یه با یه قضیه دیگه که همه میگفتن که اتک دست دولت ایران بود و نادر باعث شد با استیضاح نشدنش باعث شد اتک دست اونا بیفته. اولا اتک اگه شما برید شماره لایه ها رو نگاه بکنید، به ترتیب نگاه بکنید، اتک دست ترکیه بود نه دست ایران. این یکی مسئله اول. مسئله دوم، هر رئیس جمهوری که بند بشه اوتو اتک میره، نه اتک بپره.
دقیقا هم اتوتک شد دیگه، صبح ساعت دقیقا اتوتک شد، زمانش دقیقی یادم نیست ولی اتوتک شد. اتوتک شد به خاطر اینکه ترکیه نمیدونست، به خاطر اینکه ترکیه نمیدونست اتک دست خودشونه. یه حالت باگمانند داشت، من خیلی تعجب داشت. یه حالت باگمانند به خاطر اینکه نوتیفیکشن هم واسه ایران هم واسه اونا، ایران یه چند ثانیه نوتیفیکشن زودتر واسه ایران اول اومد. خب نوتیفیکشن اول واسه ایران اومد یعنی باگ خورد، ولی شماره لایه ها را اگه نگاه بکنین لایه اونا اول لایه ها ولی برعکس بود، اصلا نمیخوند با نوتیفیکشن. دقیقا من موقع بن شدم هم بعدا هم قبل از اینکه چک کنم من دیده بودم اتک دست اون هست، ولی خب صداشو در نمیوردن. خب خداشو که سم صداشو در نمیورد، بعد از اینکه من بن شدم یه سر بچه ها خودجوش جمع شدن شروع کردن به جنگ و سعی کردن جمع کردن، ولی خب نشد متاسفانه و این ماه مجلس خرید به این شکل. حالا یکم مسابقه طولانی شد و بچه ها خسته شدن، یواش یواش دیگه اگه موافق باشی یکم خلاصه ترش کنیم. بس اینو قبول داری که اون مقاله اشتباه بود درسته؟ آره اشتباه بود که اعتماد کردم به ایرانی ها. اشتباه نه به ایرانی اعتماد کردم، اشتباه کردم که به همه اعتماد کردم، یعنی دوست و دشمن نذاشتم واسه خودم، نیمدم به اونی که اعتماد دارم. این انتقادی که همیشه دوستاتم نسبت بهت مطرح میکنم، میگن خیلی زود به همه اعتماد میکنی و سوال من یه اعتقادی داشتم. اعتقادم دلیل اینه بفهم. اعتقادم چیه؟ دلیل اعتقادم اینه که همه دوستن تا وقت عکسش ثابت بشه و خیلی هم سر این مسئله ضربت خوردم، ولی خب از اون طرف هم خیلی ها باز شده خیلی از اون یه جایی کمک بکنم، یعنی واقعا خیلی ها شناختم دیگه. بسیار عالی. بزرگترین کدوم دوره از این چند دوره که در ریاست جمهور بودی از همه خود احساس میکنی که موفق تر بودی نسبت به دورهای دیگه؟ هر دوره خوبی و بدی خودش داشت، ولی خب اگه بخوایم هر جوری حساب بکنیم در حالت کلی، خب دوره مجارستان دوره اول موفق ترین دوره بود، چون هم بیبی بوم کامل انجام شد، هم جنگ مجارستان رو بردیم، هم ام پی پی آر کامل شد، ولی جنگ ولی خب دوره بعدی هر کدوم یه سری خوبیا داشت یه سری بدیا داشت. البته جنگ مجارستان هم یه بدیه 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 بابت وقتی که گذاشتی برای ما. صحبتی داری آخر برنامه؟ صحبت آره. صحبت تازه واردات هم میتونید پولترین کنید، فایت نکنید، از فایر وال یاد بگیرید، بذارید اکانتاتون جون بگیره، بعدا خیلی بهتر میتونیم کمک کنه. به این فکر نکنید که اگه من ترنینگ گراندم رو دم بکنم تو اون جنگ میتونم تأثیر گذار باشم. آره میتونم، اگه همچه کاری بکنید تو اون جنگ تأثیرتون رو میذارید به تو طولانی مدت دارید. یه زمانی من خودم احساسی فکر میکردم، ولی خب بعدها بهم ثابت شد که اگه سعی بکنی خورده جلو احساسات رو بگیری خیلی طولانی مدت بهتر میتونی کار بکنی. سر همین قضیه هم سینا از من ایراد گرفته بود که آره وطن پرستی به این نیست، ولی خب من شاید اون لحظه جنگ رو ببریم ولی آدم با به طولانی مدت نگاه بکنه. بسیار عالی. ممنون نادر جان، واقعا ممنون وقت گذاشتی برای ما. اولین خواهش میکنم برنامه... یه چیز دیگه هم میگم، میخواید فوش بده فوش ناموسیش نکنید دیگه. آره واقعا درخواستی که من از بچه ها خانواده هم دیگه چی کار دارید؟ این واسه من سواله. من دوتا مقاله در این مورد خوندم که به اسم مادر بودن، یکی مقاله پیمان بوده و مقاله ای که الان هم تو تاپ 5 فکر کنم باشه، مقاله آتیلا. واقعا خب ناراحت کننده است این
بحث ها. خب بالاخره ما واقعا زشته دیگه، حالا خلاصش کنم، واقعا زشته بحث وقتی به توهین های خانوادگی میرسه. نادر جان ممنون، متشکر، دست درد نکنه، واقعا زحمت کشیدی، وقت گذاشتی، قربونت. دیگه شرمنده اگه من این بین حرفا وقفه پیش می اومد نه بقیه هم که وقت گذاشتن گوش کردن تشکر میکنم. عالی بود، دست درد نکنه، ممنون نادر جان. امروز خواهش میکنم، قربونت. امروز مثل اینکه تولد رضا سوپر سولجر هستش، تبریک میگم تولدشو. اگر اشتباه نکنم فکر میکنم تولد پژمانم باشه، تولد ایشونم تبریک میگم. بچه ها دستتون درد نکنه، ممنون، ببخشید مصاحبه اگر طولانی شد، سرتون رو درد آوردیم، واقعا ممنون، خوشحال. تو در مورد برنامه بعدیمونم بگم که دوشنبه خواهد بود، در مورد زندگی نامه یه مستند مانندی، در مورد بیوگرافی امام بالاش اگر درست تلفظ کنم، ممنون میشم، باز هم منت سر ما بذارید و برنامه ما رو گوش بدید. متشکر. در نهایت هم یه آهنگی میذاریم، باز هم از سالار عقیلی، امیدوارم خوشتون بیاد. ممنون، خداحافظ شما. موج‌های خزان تا خلیج
پیجی که فاس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.